اسباب بدگمانی من خلاصه بگویم وقت کم است، چه سبب میشه که ما بدگمان میشیم؟ چند چیز است شما بگید. اولین چیزی که تو را بدگمان کرده و برادر مسلمانت بدگمانی میکنی ظاهربینی است. چی هست؟ ظاهربینی. مثل برادران یوسف ظاهرا دیدن که یعقوب با برادرشان یوسف محبت داره، ظاهر قضیه را دیدن، نمیدانستن که یعقوب پیامبر است. اون میداند که یوسف در آینده نبی میشود. محبت یعقوب برای حسن یوسف نبود. یعقوب پیامبر بود، از علائم و نشانه ها میدانست که یوسف روز پیامبر میشود. و این جوان خواب دیده بود، خوابش بارها از علما شما شنیدین که به پدرش گفت به من 11 ستاره چی کرده؟ سجده میکنه. اذ قال یوسف لابیه یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. پدر جان من خواب دیدم که 11 ستاره و آفتاب و مهتاب به من سجده میکنه. این محبت به خاطر این بود که نبی بودی. اگر پدر به خاطر تقوای پسرش، اگر پدر به خاطر تقوای دخترش یک از فرزندانش متقی تر است، به اون مال زیاد میدهد، به اون خرچ زیاد میکند، محبت بیشتر میکند، حتی روز قیامت مؤاخذه هم نمیشود. چون این محبت به خاطر کی است؟ الله. الحب فی الله. محبت برای کی؟ الله. یعقوب محبتش به خاطر الله با یوسف بود. اما برادران ظاهر بینی کردن، فکر کردن یوسف زیبا هست. اذ قال یوسف لابیه یا ابت انی اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبه ان ابانا لفي ضلال مبين. برادرش چی گفتن؟ گفتن پدر ما با یوسف و بنیامین محبت میکنند، در حالی که ما توانمندیم، ما کار میکنیم، ما زحمت میکشیم، ولی با برادر ما یوسف و بنیامین پدر ما محبت داره. بدگمانی به پدر کردن. چی گفتن؟ ان ابانا لفي ضلال مبين. پدر ما در اندیشه خطا و در گمراهی آشکار است. به پدر خود بدگمانی کردن. این بدگمانی سرنوشت کجا رسان؟ بردن همین برادری که قرار است فردا پیامبر بشود، همین یوسفی که 4000 یا 5000 سال میگذرد هنوز یوسف 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 بزنه به زبان صالحین هست، از این بیخبر بودن. این بدگمانی سبب شد بردن یوسف رو داخل چاه انداختن، پدر رو گمراه خواندن. 40 سال بچه از پدر دور، سختی ها رو یوسف کشید به خاطر بدگمانی ها، ظاهربینی. پیامبر ازواج مطهرات چند تا زن گرفت، ظاهربینی کردن. منافقین گفتن پیامبر شهوتران است، اعوذ بالله. مثل که امروز مردم هستن زیادن که وقتی کسی زن دوم و سوم میگیرد 100 تا گمان بد دارد. از خدا بترس، با خدا در جنگی. افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض. بعض قرآن را قبول داریم، بعض قرآن را قبول نداریم. مثنا و ثلاث و رباع مگر فرمایش دین نیست؟ از 2 بگیرین، 3 بگیرین، 4 بگیرین، از قرآن منکری؟ ظاهر بینی ها. ما دنبال حقیقت نمیگردیم. چه هدف دارد اون برادری که زن گرفته؟ چه هدف دارد نبی که 11 زن دارد؟ منافقین گفتن پیامبر شهوتران است. ظاهر بینی ها. بدگمانی کردن به رسول صلی الله علیه وسلم. یکی از عوامل بدگمانی ظاهر بینی. دوم توقع، پرتوقع بودن. پرتوقع بودن انسان بدگمان میکنه. چطور؟ پیش خودت خیلی حساب میکنی خودت، خود شخصیت میدانی. در یک مجلس رفتی جا نبود، تو رو پایین تر نشاندن، شروع بدگمانی ها. کار به تو نرسید، تماس به تو گرفتن که محفل داریم، چون پرتوقع هستی میگی باید من در صدر قرار بگیرم، من شخصیتم، من پولدارم، من فلانم، من فلانم، باید از همه به من اولتر حق داده شود. نه عزیز من،
تواضع صفتی کی است؟ صفت بندگان صالح. تکبر صفتی کی است؟ بلند؟ الله. ترسیده میگین صفتی کی است؟ الله. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون پاک است الله از آن شیء که مشرکان به او شریک می آورند. پرتوقع بودن انسان به کجا میرسه؟ خوای سیره، دول خوای سیره. او کسی بود که رئیس منافقین و رئیس خوارج است. چون پرتوقع بود، رسول صلی الله علیه وسلم غنایم را جمع کرد، از حنین تقسیم میکرد بین حتی به بعضی کسانی که نبودن در جهاد، نبودن در صف مسلمان ها، نبودن به اونها هم از غنایم داد، به خاطر که قلب اونها به طرف اسلام تمایل پیدا بکند، اخلاق نبی را ببینن. یک ده پول را خیلی دوست دارن، ثروت را خیلی دوست دارن. ذل خویسی را آمد و پیش پیامبر گفت یا رسول الله اعدل، سبحان الله، ای پیامبر عدالت بکن. به کی میگه؟ به رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه عدالت بکن. پیامبر گفت که نابود شدی اگر من عدالت نکنم، یعنی من محمد که امام العادلین هستم، من عدالت نمی کنم. عمر شمشیر را کشید، از جای خود بلند شد، گفت یا رسول الله دستور بده که گردنش را بزنم. پیامبر فرمود نه، از اولاده یزید بگذار که در صف شما نماز می خوانند، روزه می گیرند، ظاهرا بگذار، از اولاده یزید کسانی می آید که قرآن می خوانند، لا یجاوز تراقیهم، قرآن از گلونشان پایین تیر نمی شود، قسم از دین بیرون می شوند، مثل که تیر از کمان خطا می خورند. گمان بد انسان به کجا میکشند؟ به نبی گمان بد کردن. پرتوقع بودن. میدانی عزیزان من، اونایی که گمان بد دارن چقدر با سنگینی را میروند؟ منظور از سنگینی وقار نیست، با سنگینی یعنی با تکلیف، چون درونشان حب انتقام است. میبینن که دیگران روش کردن، این خودم میخورم. بسیاری ها روش کردن، دیگران قصر ساختن، دیگران گریه را ای میکنه، غم ای میکشه، او به خوشی هست، ای بگریه، دیگران فلان دارن فلان دارن فلان دارن. عزیز من، تو رو چه قرار است؟ تو هم زحمت بکش، تو هم برو به سمت خدا که خدا به تو هم بده. علما میگن حسن الظن راحت القلب، کسی که گمان نیک داره قلبش خیلی راحت است. حسن الظن سلامت الدین، کسی که گمان نیک داره دینش سالم هست، دینش خراب نکرده. از تعالی میگه ایاکم ان تسیء الظن، دوری بکنید ای بندگان خدا از گمان بد. چرا؟ فان الظن یفسد العباده، این ظن، این گمان بد عبادت شما را فاسد میکنه، عبادت شما را فاسد میکنه. عزیز من، چقدر از راه دور به ایجا آمدی، زحمت کردن. یه خواهش از تو میکنم، اینه عملی بکن. وقتی که رفتی به خانه، گاهی وقت همسرت اگر سخنچینی از یک زن مسلمان میکنه، از یک برادر مسلمان میکنه، برش بگو یه زن، عیبای خودت کلش را شمار کردی، گناهان خودت کل فلتر شد، خدا ویزای بهشت به تو داد، تو دیگر بندگی رو تمام کردی که الان آمدی به خودت نمیرسی، به دیگران چسبیدی، دیگر منع کن غیبت کردن به خانه خودت. بعضی ها چی گفتن؟ خیلی غیبت نمی کنیم، مالش رو تلویزیون میخریم. چی میکنیم؟ تلویزیون میخریم. میگه تلویزیون سعی کردن از غیبت کرده خوب است، او خبر نداری دخترت بی حیا میکنه، پسرت بی حیا میکنه، زنت رو بی حیا میکنه. پس برو به همسرت بگو نباید غیبت بکنی، نباید گمان بد به مسلمان، نباید تهمت به مسلمان. این صفت منافقین بوده، ما خبر نبودیم.
پس خیلی زیاد توجه بکن عزیز دل من که از این بدگمانی ها فاصله بگیری. سوم عواملش که سبب میشه و تو بدگمانی میکنی، همنشینی با انسان های قلب خراب است. حضرت مولانا چی میگه؟ دور شو از اختلاط یار بد. یار بد بدتر بود بر از مار بد. ایره من چقدر زیاد میکنم، اما چی کنم که جوان نمیگیره. صدها صدمه از رفیق ناخلف خود دیده ولی هنوز رهایش نکرد. به خدا سبب شده رفیقش که زنش طلاق کرده، گفته من زنت دیدم که تازه یک قضیه پیش ما آمده، رفیقش به یه رفیق دیگهش گفته من زنت را خبر دارم با یک کسی جور است. این بدونی که قضیه را بررسی بکنه رفته دروازه خانه را محکم با لغت زده، گفته طلاق است، سی طلاق است. قضیه بررسی شده که دروغ، چون این رفیق ناخلف و بیدینش تصمیمش این بوده که دختر را بگیره. این فاسد کرده، شوهر را فاسد کرده که زنش را طلاق کنه و مال ما شده. ای او رفیق ناخلف بیدین به خدا خنجر داره که همیشه از پشت تو را میزنه. کسی را رفیق بگی که از کی میترسه؟ الله. کسی را رفیق بگی که از الله میترسه، او به تو خیانت کرده نمیتوانه. پس همنشینی بعد تو رو به گمان ها میکشانه. سیکو مجالست الاشرار تورث الظن بالاخیار. کسی که با بدان نشست بازو بدگمان میشود. حتی کسانی دیدیم که رفتن با بدان نشستن، زنا کردن، شراب نوشیدن، با هزارها دختر مسلمان رو فریب دادن، رفتن زنا کردن به همراهش، بعد باز امین آمده به سر خانم خودش هم بدگمان شده. چون وقت خودش اعتماد خودش و پیش خودش خراب شده، اون زنان خرابی که به همراه ازی رابطه داره اعتمادش سر و زنها خراب شده، همین بدگمانی رو آورده سر زن خودشم. فکر کرده زن خودشم این کار میکنه. شما ببینین نفرایی که زشتن بدن خیلی سخت گیری دارن در زندگیشم، خیلی زیاد سخت گیری دارن، غیرت یک حد دارن. بازم این کسایی که خیلی خود از دیگران غیرتی میگیرن زندگیشون رو بررسی بکنی که خیلی آلوده هستن، چون همون گمانی که به خودشون پیدا شده همون گمانه به زن پاک خودم نسبت دادن. صدها تماس از آدرس مادر مسلمان آمده، گریه کرده پشت گوشی، گفته به خدا قسم جناب مولانا فقط الله میشنوه، کسی دیگر نمیشنوه و تو میشنوی. شوهر من به من تهمت زده که دامن من به این تهمت آلوده نشده، دامن من پاک است، ولی شوهرم این تهمت رو به من زده است. مادر به من تماس کشیده که از این شهرها همین هفته جاری، همین هفته که داشتی، طرف عصر نزدیکای شام است، میگه جناب مولانا مرا شوهرم از خانه کشیده، خانه پدر و مادر من به شهر نیست، دو تا اولادم در بغلم دم بین سرک هستم، همینجا تماس کشیدم، کجا برم من؟ یک راه و چاره به من نشان بده. اگر برم به خانه کسی فردا شاید بگوید که با اون نفری که ارتباط داشتی شب خانه او رفته بودی. گریه میکرد پشت گوشی. آخری که از علمای همون منطقه رو من تماس کشیدم، همون شهر رو، برش گفتم که همین خواهر یک تماس بکش، مشکل دارد، مشکل میره حل میکن. این بدگمانی ها به کجا انسان رو میکشانه؟ این نشستن با انسان های زشت، نشستن با انسان های بیدین، با انسان های لوچک، با انسان هایی که از خدا بیخبرند، با انسان هایی که ظاهرشان مسلمانند ولی در حقیقت گرگ در لباس میشن. این اسباب و علت و عوامل بدگمانی هاست که در میان مردم امروز شیوع پیدا کرده. وقت به پایان رسید، فقط کفاره بدگمانی رو براتون میگم، خاتمه میدم، توبه و استغفار است. چی است؟ توبه و استغفار. مواظبت کردن به پیمخ نماز. پیمخ نماز رو شما مواظبت بکنید، علاجش است. تو خود میگی درد، گفتی جناب مولانا دوا رو بگو. دوایش امیس علما میگن کسی میخواد از بدگمانی نجات پیدا کند، پیمخ نماز رو به وقتش بخونه. کسی میخواد از بدگمانی نجات پیدا کند، خود مصروف ذکر و یاد الله بکنه. چون کسی که مصروف و ذکر یاد الله هست،
او هیچ وقت به برادر مسلمان خود بدگمان نمیشود. چرا؟ میداند عواقبش خطرناک است. میدونه به پیشگاه حضرت حق سبحانه و تعالی من قرار میگیرم باید یکایک جواب پس بدهم. الله رب العزت و الجلال به تک تک و فرد فرد ما توفیق توبه نصوح نصیب بگرداند.